دو روز از آغاز عملیات تهاجمی روسیه به اوکراین گذشت و تا هنوز نتیجه حمله و به طور واضح معلوم نیست. اگر روسیه اوکراین را کاملا تصرف کنه و یا حکومت و مردم اوکراین استادگی کنند و جنگ در این کشور ادامه پیدا کنه، پیامدهای آن برای جهان، منطقه و افغانستان چی خواهد بود؟ این پرسش ها را با نعیم پویش، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی مطرح می کنیم که همین اکنون از طریق اسکایپ در برنامه با ما هستند. آقای پویش، سلام و تشکر از وقت شما. اگر روسیه اوکراین را به طور کامل تصرف کنه، این اقدام چی پیامی برای غرب و به ویژه برای امریکا داره؟ با سلام و تشکر از شما، تصرف کامل اوکراین برای روسیه بسیار یک هدف بسیار کلان است. با داشتن 150,000 نیرو، ما در افغانستان تجربه جنگ های متعدد داریم. در مجموع گرفتن یک کشور که از نظر اقتصادی 60 برابر اقتصاد افغانستان قدرتمند است، اوکراین، و تجهیزات و اندستری یا صنایع نظامی بسیار قوی داره، برای روسا بسیار مشکل خواهد بود. و گذشته از او، روسا علاقمند نیستن که تمام اوکراین را به تصرف خود در بیارن. ظاهرا هدف ابتدایی روسیه در قدم نخست است که منطقه دونباس را از اوکراین جدا بکنه، که همون دو ولایت دونتسک و لوگانسک است، و همچنین متباقی خاک اوکراین را در واقع به نوع یک حکومت دوی سر کار بیاره که تار روسیه باشه، یا اگر حکومت فعلی باقی میمانه، حکومت فعلی تعهدات بسیار مشخص در قبال عدم پیوستن به ناتو، عدم نزدیک شدن به اتحادیه اروپا و همچنین محدود شدن قدرت نظامی خود به روسها بده و سیاست خارجی خود به نوع متعادل بسازه بین غرب و بین روسیه. و اگر چنانچه روسها تصمیم بگیرن که سرتاسر اوکراین را تصرف بکنن، در واقع منازعه یک شکل بسیار متفاوت خواهد گرفت. احتمالاً خود روسا هم با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهد شد. بله، خب در این رابطه پرسش دیگه دارم. تا چه حد احتمالی وجود داره که حکومت و مردم اوکراین در مقابل روسیه مقاومت کنن، تسلیم نشوند و جنگ ادامه پیدا بکنن؟ احتمالش بسیار زیاد است، به دلیل که مومنتمی که به وجود آمده بود ابتدا، این مومنتم تا زیاد کم شده. در حال حاضر از نظر نظامی منظور من از پیشرفت روسیه کم شده، به دلیل که خاک اوکراین یک کشور کلان است، تقریبا اندازه افغانستان است، و 50,000 نیروی که داخل اوکراین شد برای مختلفش نمیتونه تمام کشور را کنترل بکنه. و همچنین اوکراینی ها به تجهیزات و تسلیحات مثل استنگر، ما در افغانستان با استنگر، با موشک های زمین به هوا استنگر یا شانه ای استنگر آشنایی داریم که میتونه تیارات را به حساب راحتی هدف قرار بده، اونا مجهز هستند و کار را به روس ها دشوار میکنن. اما در این حال تنش های بسیار طولانی و تاریخی که بین اوکراینی ها و روسی ها وجود داشته و از این در پیشینه تاریخی نفرتی که بین دو کشور وجود داشته، ای باعث خواهد شد که اوکراین‌ها با جدیت تمام به دفاع از سرزمین خود دست بزنند، مگر اینکه روسیه به یک حمله بسیار تمام عیار با نیروهای بیشتر و با بمب‌های بسیار وسیع و گسترده دست بزنه، که طبیعتاً او یک سناریوی متفاوت خواهد بود و جهان احتمالاً شاید نتوانه او را بفهمد. بله، یک مسئله دیگه ای است که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز طوری که در گزارش‌های قبلی شنیدین اشاره داشت به طرف غرب که حکومت‌های یا قدرت‌های بزرگ جهان نظاره‌گر هستند. آیا توقع حکومت اوکراین از جهان چی است؟ آیا می‌خواهد که جهان دست به ماشه ببره و با روسیه بجنگه، یا غرب به جز از تظاهرات اقتصادی دیگه چی مسائل برای فشار آوردن روی روسیه داره؟ سه کار اساسی را غرب میتونه انجام بده. در قدم نخست تحریم ها را جدی و واقعی به شکلی که بتونه از فردا سر روسها تاثیر جدی و مانع باید وضع بکنن، به شمول قطع دسترسی روسیه، بانک های روسی و مجموع سیستم مالی روسی به سوئیفت، کار که تا به حال نشده. و در واقع این تحریم های که تا به حال صورت گرفته تاثیراتش بلند مدت است. اینا رو می‌بینیم و احتمالا شاید پوتین پلان داشته باشه که بتونه این تحریم‌ها رو نوع رفع بسازه. در قدم دوم کاری که میتونن غربی‌ها بکنن حمایت واقعی تسلیحاتی از اوکراین است و دفاع و آماده ساختن اوکراین برای دفاع از خودش، خصوصا تسلیم کردن تجهیزات و امکانات نظامی که میتونه جلو نیروی هوایی و موشک‌های روسی رو بگیره. میتونن به اوکراین بدن
موشک‌های ضد هوا زمین‌به هوا به طرف ایالات را علاوه بر سنگر بتونه هدف قرار بده بدن و چیزهای دیگه. و کار سومی که میتونن غربی‌ها بکنن از سطح گپ زد کردن و شعار دادن وارد عمل بشن و دیپلماسی خود به سطح جهان فعال‌تر بسازن، مثلا دیپلماسی روس‌ها را منزوی بسازن. تمام قرارهای نشان میده که در هر سه مسیر در واقع غرب تا به حال متزلزل عمل کرده، خصوصا در سال 2014 بسیار بسیار متزلزل عمل کرده، بله. تلفات بسیار ضعیف بس کرد و در حال حاضر هم بله. متزلزل رو ماده موضوع غرب میده. بله، یک پرسش دیگه هم دارم، ای عملی روسیه به اوکراین چی تأثیری بر وضعیت افغانستان و به ویژه روی حکومت طالبان داره؟ مهمترین تأثیر منفی سر افغانستان است که در واقع توجه جهان و توجه رسانه ها و میدیا به صورت کل بیشتر معکوس به اوکراین خواهد شد و طالبان قدرت از زیر به دست خواهند آورد که دست جنایت و گستاخانه‌های بیشتر بزنند، که دیروز 10 نفر واکسیناتور رو کشتن به شمول 4 دختر که سنهای 18-19 ساله بودند، یا تلاشی های خانه به خانه و فشارها به شکل جای بیشتر از امروز شروع کردن سر مردم افغانستان و طبیعتا اونا با مشوره هایی که از پاکستانی ها دریافت میکنن متوجه هستن که هم سیاست خارجی و رسای دیپلماسی کشورهای بزرگ جهان و همچنین رسانه های مهم کشورهای منطقه و جهان متوجه اوکراین است و اونا دست باز دارن که بتانن هر کار که میخواین بکنن. بله. در این حال طبیعتاً ریسورس و منابع هم متوجه اوکراین خواهد شد و غربی خواهد زیاد ظرفیت کار در افغانستان رو نخواهند داشت. بله. نعیم پویش، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی، تشکر از حضور شما در برنامه.